مجید محمدی تحلیلگر سیاسی از نیویورک با ماست. آقای محمدی خوش آمدید. بحث رو با شما ادامه میدیم. پست دونالد ترامپ بسیاری رو شوکه کرد. آن هم در این شرایط حساس انتخاباتی. به باور شما چه دلیلی داشت که الان در این شرایط این موضوع رو در یک پست منتشر کرد؟ آن هم در حالی که بنیامین نتانیاهو در واشنگتن دی سی است و روز جمعه قرار ملاقاتی هم با او داشته باشه. ببینید، واکنش آقای ترامپ یک واکنش کاملا طبیعی هست با توجه به دو موضوع. موضوع اول کمکاری و در واقع شکست سیکرت سرویس، سرویس مخفی امریکا هست، از اینکه از جان ایشون محافظت کنه و عدم توازنی که در توزیع نیروهای سرویس مخفی وجود داره. در همون زمانی که آقای ترامپ در پنسیلوانیا صحبت میکرد، خانم جیل بایدن هم برنامه دیگری داشته با حضور 400 نفر. میزان افراد اختصاص داده شده از دفتر FBI در یکی از ایالت‌ها که نزدیک این داستان بودن، این محل بودند، 4 برابر بوده. مشخص هست که جان آقای ترامپ برای دولت بایدن و سرویس مخفی چندان اهمیتی نداره و توجه زیادی نکردن. همین ها هست که دغدغه آقای ترامپ رو افزایش داده. و نکته دوم هم، طرحی توسط یکی از نمایندگان مجلس نمایندگان در امریکا مطرح شده از ایالت ماساچوستس، یک دموکرات، که اصولاً محافظت از آقای ترامپ رو منتفی کنند به دلیل اینکه در دادگاه ایشون محکوم شده. طبیعی است که آقای ترامپ باید از جان خودش بترسه و کشته شدن آقای ترامپ برای امنیت امریکا واقعاً یک مخاطره هست. این عکس العمل طبیعی است، پیامش بخشیش نسبت به مقامات امریکایی است، بخشیش هم به مقامات جمهوری اسلامی است که شما فکر نکنید که اگر چنین کاری را انجام بدید از پیامدهاش میتونید فرار کنید. آقای محمدی، شما اشاره کردین به ابعاد بیشتر داخلی این پست آقای ترامپ و تاختن اون به سیکرت سرویس یا همون سرویس مخفی آمریکا. اما میدونیم که خیلی ها شگفت زده شدن از این خبر، اما این چندان هم بی سابقه نیست. در سال 2019 هم وقتی در سمت رئیس جمهور بود، ترامپ گفت در صورت حمله ایران به هر چیزی که آمریکایی است، ایران رو نابود میکنه. البته این در واکنش به جمهوری اسلامی بود که گفته بود تمام راههای دیپلماتیک، در واقع مسیر دیپلماسی بین دو کشور بعد از دور جدید تحریم های ترامپ، برای همیشه بسته شده. چقدر این رویکرد رو میشه جدی تلقی کرد؟ در صورتی که ترامپ پیروز انتخابات پیش رو باشه، چقدر احتمال تشدید تنش ها در این راستا بین تهران و واشنگتن جدی است؟ رفتاری که جمهوری اسلامی داره و استفاده ای که از تروریسم، گسترش طلبی، حمله به ناوهای امریکایی، کافی است اینها به یکی از ناوهای امریکایی حمله کنند و صدها نفر در اونجا کشته بشه توسط حوثی ها، حتما ایالات متحده برخورد میکنه. ببینید، جمهوری اسلامی داره با آتش بازی میکنه. اگر یک رئیس جمهوری رو، یک یا یک نامزد رئیس جمهوری رو، یک دولت خارجی ترور بکنه، این پایان امریکاست به معنایی که ما میشناسیم. حتما عکس العمل نشون خواهند داد. حتی اگر آقای ترامپ، امروز که ایشون در مقام قدرت نیست، صحبتاش بیشتر شأن تهدیدی داره، اما اگر فردی، رئیس جمهوری در امریکا مورد ترور قرار بگیره، حتما معاونش عکس العمل نشون خواهد داد. البته این موضوع، همونطور که در یک ساعت گذشته اشاره کردم، این در زمانی است که مقامات امریکایی برای امنیت امریکا، برای بزرگی و هیبت امریکا ارزش قائل بشن. اما متاسفانه حزب دموکرات با تنفری که از آقای ترامپ داره تشدید میکنه، بسیاری از دشمنان خارجی رو تشویق میکنه به اینکه آقای ترامپ رو براش مخاطره ایجاد کنن. برای دولت بایدن، دولت خانم هریس، اهمیت چندانی نخواهد داشت. اونها از یکی از تهدیداتی که فکر میکنن برای دموکراسی امریکا، برای امنیت امریکاست، خلاص خواهند شد توسط یک دولت خارجی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی از نیویورک.